ویژه تا تاریخ 15 ژانویه 2024 و فقط برای مشترکین جدید می باشد. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه فرمایید. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های GLViz دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLViz از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به GLViz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های GLViz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLViz از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. نگاهی جدید به مدیای فارسی. از طریق GLAD Exchange آگهی شما بر روی وبسایت glviz.com پخش خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. یلو پیج ملی. یلو پیج ملی تنها یلو پیج بزرگ ایرانی لس آنجلس. یلو پیج ملی 2024 به همراه اطلاعات جامعه ایرانی اروپا و کانادا نیز منتشر و پخش می‌گردد. توجه. اطلاعات یلو پیج ملی در اپ مجانی 50-50-100 در سطح جهانی در دسترس عموم قرار دارد. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی خارج از کشور، جهت چاپ آگهی و درج اطلاعات شغل خود در یلو پیج ملی 2024 از همکنون با مرکز اطلاعات 50-50-100 تماس حاصل نمایید. مرکز اطلاعات 50-50-100. ارادتمند شما هستم ستار دلدار از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی ایریا سیلیکون ولی و طبق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و گرامی هموطن هستن. امروز 4 نفر دیگه اعدام کردن در زندان رضائیه یا ارومیه. 4 تا انسان دیگه رو جوناشون رو گرفتن و گفتن شما جاسوس اسرائیل هستید و عجیبه ها. به همین راحتی میگن که تو نباید دیگه زندگی، تو نباید نفس بکشی.
چرا؟ چون ما با اسرائیل دشمنی داریم میکنیم. یه ببین این حکومت ها هستن که جون انسان ها رو به میل خودشون میگیرن. مثلا اگر در زمان گذشته، از زمان شاه، با شوروی اون زمان با مسکو در ارتباط بودیم، گفتن آقا تو باز کشته بشی، جون تو رو باز ما بگیریم، چون دارید با اونا همکاری میکنید. حالا دولت ها عوض شده، این دولت ها اومده میگه آقا هر کی با شوروی یا روسیه امروز، شوروی دیروز تشویق بکنه که ما راه های دوستی بهتری پیدا کنیم، ما بهش امتیاز میدیم. آقای خامنه‌ای و اونی که برعکس دیروز اگر با اسرائیل کار میکرد مورد تشویق قرار میگیره، میگفتن آبیاری قطره‌ای شده، نم کشاورزی ایران داره پیشتر، چون اسرائیلی کار کردن نشان میگرفتن، حالا اگه کار بکنن اعدام میشن. فقط سیاسته، سیاسته که جون انسان ها بازیچه دست خودمون باش بازی میکنن. این میاد میگه اینا خوبن، اونا بدن، یه سری میکشن، یه کسی که برعکس میگه یه سری دیگه رو میکشه. 4 نفر امروز اعدام کردن. مثل آب خوردن اعدام کردن، مثل آب خوردن. و هیچی هم جلوی خونخواهی و آشامیدن خون رو از طرف رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله عظمی سید علی خامنه‌ای نمیتونه بگیره. اصلا براش خونریزی و کشتن و اینا اصلا مطرح نیست، اصلا دنیا در اومده، اصلا حالیش نیست. میگن 4 تا جاسوس اسرائیلی بودن. خب آره ممکنه، من نمیگم نه، آره من در جریان نبودم، نمیدونم چیکار کردن، اصلا جاسوسی چی بوده. ولی که امروز نخست وزیر سابق اسرائیل میگه که مصاحبه کرده، یه مقاله نوشته، نوشته تنها راه این که ما بتونیم از مسئله پس مسئله ایران بر بیاییم اینی که ما و آمریکا باید دست به یکی بکنیم و این حکومت رو آویزونش کنیم، سرازیرش کنیم، سرنگونش کنیم. و میگه که راههای یکی از راههایی که میگه، میگه که تشویق مخالفینه، اضافه کردن تحریم هاست. و بعد اضافه میکنه که اینجا آدم دلش میسوزه که خدمتتون عرض میکنم، میگه که برای که حکومت تحت فشار بیاریم اگر تظاهرات در ایران از طرف مخالفین در داخل کشور شده، ما باید بزنیم کمک کنیم. مثلا چه کمک بکنیم؟ اینترنت بهشون بدیم. یعنی پس تا الان این همه تظاهرات شده، اینا میتونستن بدن اینترنت رو که جمهوری اسلامی قطع میکرد، ولی اینا نمیدادن. چرا؟ چون دستشون توی هزاران لاره، اینه من گفتم اسرائیل، آمریکا، اینا همه دستشون توی کاسه است با آیت الله عظمی سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب. میگه اگه میخوایم، من پیشنهاد کردم زمانی که نخست وزیر بودم، پس بنابراین اگر میبینید بچه های ما میرن تو خیابونا کشته میشن و هیچ فریاد دستی هم نیست، برای اینکه اینو نمیخوان. حالا تازه آقا پیشنهاد میکنه مثلا یکی از دلایلش کمکاش اینه که وقت قطع میشه تو تظاهرات به مردم ایران اینترنت بدید به جوانا. پس میتونستید بدید و ندادید. بعد برای اولی مرتبه فاش میکنه، میگه 2 تا پهپاد ایران اومدن جمهوری اسلامی، من ایران نگم چون واقعا ایران قضیهش فرق میکنه، یه روزی حکومت مردمی توی مملکت ما شکل بگیره، داستانای سیاست ها مال مردم ایران نیست. جمهوری آخوندا 4 تا پهپاد، 2 تا پهپاد میفرستن بالا سر اسرائیل، اینا پهپادا رو سرنگون میکنن که هیچی. بعد یه پایگاه پهپاد رو در ایران میگه نابود کردیم، اصلا خبر شما نیده بودن، چون اسرائیل که میکنن نمیگن ما کردیم. یه اولین باره که نخست وزیر سابق اسرائیل میگه ما این کارا رو کردیم. دوم میگه که جمهوری اسلامی یک دونه یه برنامه داشتش که در ترکیه سری توریست یا گردشگر
اسرائیلی رو بکشن و این کشف شد و ما فرمانده اون گروهی رو که تصمیم داشتن اسرائیل رو بکشن تو تهران ترورش کرد. اولین بار دارم، یعنی دستشون بازه، میان تو تهران میکشند و میبرند و یا اون دانشمند اتمی ایران رو میگه ما مدت ها زیر نظر داشتیم بالاخره زدیمش، حالا تازه هم این آقای رضی موسوی رو زدن. این هم از اون فرمانده هایی بود که فرمانده که فرمانده ها بزرگ سپاه قدس بود و که سرسداش در نمیبره گشتا گمنام ببوده، حالا که کشتندش ببین چه سرسدایی شده. این آقای نخست وزیر سابق اسرائیل میگه که جمهوری اسلامی یک حکومت فاسدی که سال 1981 یک برنامه پیاده کردی که خیلی مشعشع بوده براش. این که گفتم بریم به کشورهای دیگه به متعصبینشون گروه هایی رو ایجاد بکنیم که اینا برای هدفهای ما برن کشته بشن. برای ما اینا درست که برای اینا برن کشته بشن برای جمهوری اسلامی، اما یه دونه از خودشون که کشته میشه ببینید چقدر سر صدا را میندازن. خلاصه اینم از این داستانی که در موردش برای اول مرتبه داد صحبت شد. حالا اینا میگن که ما باز همین آقای نخست وزیر سابق نفتالی بنت میگه که ما نباید تنهایی به جنگ جمهوری اسلامی بریم، جنگ نظامی هم نمیگه، جنگ اقتصادی و کمک به مخالفین، باز آمریکا با ما باشه. این که آمریکا با ما باشه، خب لطفاً با آمریکا میزنه دیگه، نه؟ بر اساس آخرین آماری که نیویورک تایمز و سی ان ان با همدیگه تهیه کردن معلوم شده که به دلیل حمایت‌های بی‌دریغ بایدن از اسرائیل محبوبیت آقای رئیس جمهور به شدت مثلا میان جوانا کاهش پیدا کرده و به طرف سرازیری سقوط داره بایدن میره. میگه جوانای آمریکایی مثلا جوانای حزب دموکرات مخالف حمایت‌های بیچون و چرای بایدن از اسرائیل هستن و دارن از جوانای یاتون را جوانای حزب دموکرات دارن از رئیس جمهور فعلی آمریکا فاصله میگیرن و محبوبیت آقای بایدن به شدت اومده پایین به خاطر حمایت‌های بی‌دریغش از اسرائیل. چون که به هر حال طبیعتا محبوبیت اسرائیل هم در دنیا اومده پایین، از شکی نیست. و میگن چی میشه؟ آیا به خاطر اسرائیل این حمایت‌های بی‌شونه چرایی که آقای بایدن داره میکنه آقای ریاست جمهوریش میبازه؟ تحلیل اینه که درسته در خود حزب دموکرات رئیس جمهور فعلی آمریکا محبوبیت چندانی نداره، اما در روز آخر که قراره مثلا بایدن در مقابل یه جمهوری خواه احتمالا ترامپ بیسته، همین جوانایی که حالا دقیقا نمیدونم 80 خورده ای دست خورد به هر حال مخالف سیاست های آمریکا در اسرائیل هستن، اینا میگن روز آخر مجبورن برگردن، چون اگه برنگردن به نفع بایدن رأی ندن خب ترامپ انتخاب میشه. میگه که مجبورن این مخالفین امروز با سیاست آقای بایدن اینه که در روز آخر تشخیص بدن که بد رو با بدتر عوض کنن، یعنی آقای بایدن بد رو ترجیح بدن با آقای ترامپ بدتر. درست مثل همون داستان بدبختی خود ما مملکت ما بود که میگفتن آقای شاه بده، بعد اومدن بد رو با بدترین عوضش کردن. این آمریکا هم امروز توی مخمصه گیر افتاده و خب به هر حال سیاست های بایدن رو اکثر یعنی اکثر قریب اتفاقا مردم جهان نمیپسندن در مقابل اسرائیل. کار اسرائیل هم اکثر مردم جهان نمیپسندن، رو راست خدمتتون هست، آماره دیگه، نه دیگه نیویورک تایمز نشریه به هر حال دست راستیه که هر حال حالا دیگه نمیخوام وارد مسئله نژادی و مذهبی بشم و اینکه ها بیچونه شده طرفدار اسرائیله، ولی الان نگاه میکنیم در واقع میبینیم که علیه اسرائیل
آمارایی که نشون میده سیاست آمریکا کار میکنه. حالا در این رابطه من امروز از آقای دکتر جمشید ایرانی، وکیل اداره مهاجرت، وکیل مسائل حقوقی که دیگه واقعا خوشم یه سیاستمدار یا پا سیاستمدار هم هستن، دعوت کردم که بیان اینجا در مورد این مسئله با هم دیگه صحبت کنیم، مخصوصا شرایط ترامپ. پیامو رو ببینیم و من میدونم که این موضوع مورد توجه تو برمیگردیم با هم در مورد بایدن و ترامپ سوال‌ها و مسائل تحولات آخریش رو بررسی میکنیم. با ما باشیم. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry through the most extensive and rigorous research process available. Candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت زپ حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاه دامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوار، سانتا کلارا. تلفن تماس 408 241 3755. کتاب سراب سه منتشر شد. آخرین گزارش از اولین گزارشگر زن ایرانی هما احسان. شرحی مفصل از زندگی ایرانیان با اپوزیسیون ناکام. براستی ما با هم چه کردیم؟ برای تهیه کتاب سراب سه با تلفن 951-350-3680 تماس حاصل فرمایید. انور بازار اینک با مدیریت جدید ایرانی در خدمت شماست. انواع گوشت و مرغ حلال، میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و انواع سوسیس و کالباس، خشکبار و تنقلات ایرانی و افغانی، برنج و چای در برندهای متنوع، نان بربری تازه هفت روز هفته، کباب داغ جمعه، شنبه و یک شنبه ها از ساعت 11 صبح.
آدرس 2626 یونیون اونیو در شهر سنهوزه. تلفن 408-559-6175. با سلام مجدد برمیگردم به خانه پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم آقای ایرانی هموطن بسیار بسیار از این گرامه. خب من معمولا در مورد مسائل حقوقی تو این برنامه ریفرنس دارم، اونجایی که میرم سراغش آقای دکتر جمشید ایرانی هم. خب من آقای دکتر جمشید ایرانی سالیان سال میشناسم، شاید 15 ساله، شاید هم بیشتر، سال 2002-2003 یه 20 سالی میشه، بخشش زود میگذره عمره، چون یادم هم 2004 رفتم نیویورک رژه، در رژه نوروزی نیویورک با آقای دکتر جمشید ایرانی آشنا شد. از اون موقع تا الان آشنایی به یه جاهایی رسیده و یه سری آدم های شما آشنایید، از دور یکی رو میبینید و به هر حال کاکوداری هم در رابطه، ولی که در این 20 سال من متوجه شدم، این اولین باره دارم میگم، به خودشونم اولین باره دارم میگم، که یک انسان بسیار بسیار بشر دوست و دست کمک داره، حالا هم نمیگم چی کار کرده ها. من اگه میگم از این تلویزیون یا در مجله آپادانم از کسی تعریف میکنم، نه اینکه اون طرف به من کمک کرده یا به من داره کمک میکنه، حقیقتش اینه که من به کمک به اون صورت احتیاجی ندارم. خب البته دوست دارن، آگهی میدن، فلان میدن، هزینه برنامه در برای درم نیاد باز مهم نیست، ولی بعضی وقت من نگاه میکنم اون کسایی که من میشناسمشون دست خیر دارن. یکی از اولین کسی که امروز میخوام در مورد صحبت کنم آقای جمشید ایرانی. در یه مورد خاص من هفته پیش برای یک نفر دیگه یه درخواست کمک کوچولو کردم، خیلی کوچولو، و دیدم اون درخواست کمک کوچولوی من برای اون شخصی که احتیاج داشت آقای جمشید ایرانی 10 برابر فرستاد. جالب بود، چه کم برای من فرستادن. آقا برای اون طرف بفرست که به اصطلاح الان نیاز داره فوری. خب نه، خودتون اصلا نفهمه من این پوله دادم. دارم چند تا از این رفیقایی داریم که این کارا رو میکنن و یکیش آقای جمشید ایرانی. آقای جمشید ایرانی سلام عرض کردم قربان. سلام مجدد خدمت شما و بینندگان محترم در این روزهای پایانی سال 2023 میلادی. بله آرزوی خوبی. آقای دکتر جمشید خان ایرانی نازنین، یه چیزی که الان اول برنامه گفتم اینه که بر اساس یک سری آمار و ارقامی که معمولا مطبوعات میکنند و بر اساس ارتباطات تلویزیون و نمیدونم مجله و روزنامه ها، محبوبیت آقای بایدن به شدت در حزب خودش، صحبت آمریکا رو نمی کنید، در حزب خودش خیلی پایین اومده و به خاطر همون که در شروع برنامه حمایت های چشم‌بسته از اسرائیل، مثلا جوونا میگن که جوونا توی رای گیری خیلی مخالفتش نسبت به بزرگسالها بیشتر بوده. این در عاقبت و آخر عاقبت آقای بایدن در انتخاباتی که 8 ماه دو 10 ماه دیگه 11 ماه دیگه انجام میشه چه اثری فکر میکنید داره؟ والا قبل از اینکه به این سوالتون پاسخ بدم اجازه بده تشکر کنم از صحبت‌هایی که در مورد من انجام دادید. به نظر من هر ایرانی در هر جای دنیا که باشه تا اونجایی که بتواند وظیفه دارد که به ایرانی دیگر که محتاج است کمک کند. این یک اصل اخلاقی نهادینه شده است که در ما ایرانیان هست. حالا به دلایلی، شاید به خاطر دلایل مادی نمیتونیم کمک کنیم، ولی هر آن کس که بتواند باید انجام داد. این یک وظیفه است و هر کمکی هم میشود طرف انتظار ندارد که پخش بشود، یعنی از تای قلبش این کار انجام میدهد. به هر حال ممنون هستم که در این مورد صحبت کردید و امیدوارم که این هدیه ناقابل رو اون کسی که محتاج این مبلغ بود خیلی کم
بپذیرد و مشکلش تا حدی حل بشود. من یه چیز آقای دکتر شمشیریجو وسط حرف بگم، شما الان صحبت شد یه داره گسترش پیدا می‌کنه، دوستان عزیز مثلا در ایران به من زنگ نزنن که آقا کمک بخواد. این چیزی که ایشون می‌فرمایند و من گفتم یک مواردی است که من خودم از نزدیک می‌بینم و می‌بینم که این نیومده درخواست گدایی از من بکنه. به رأی العین مشخصا می‌بینم که این امشب احتیاج داره. خب بنابراین من از چند تا دوستای رفیقایی که دورور من هستن و دستشون به دهنشون میرسه خب تلفن میزنم میگم که فلانی مثلا $1,000 بفرست، اینجا طرف گیره. ولی این معنی چیست که خواهش میکنم، چون اینجوری که میشه بعد الان من گفتم یا فکرم ای بابا حالا ممکنه هر روز به من زنگ بزنه آقا کمک بکن، نه من اون کار نمیتونم بکنم. چند مورد خاصی که پیش میاد و من میبینم یارو تو خیابون مونده، تو خیابون مونده، شب جایی رو نداره. خب اون یه مورد دیگه است، واسه خونه بگیریم، آپارتمان بگیریم، مثلا خانم آغاز بچه داره، خب نمیتونیم تو خیابون نگرش داریم که. اینه که من خواهش کنم این سوء تفاهم نشه، چون یه کسی یه کاری ما میکنیم بعدش هم پیش اومده جناب آقای جمشید ایرانی، برای همه ما پیش اومده، مثلا هموطنان تو ایران یه کمکی میخوان ما میفرستیم بعد پشتوانه هم میخوان هی ول نمیکنن دیگه. این اینجوری نیست، من اونقدر زورم نمیرسه، چند مورد پیش میاده. به هر حال سپاسگزارم جناب که شما به خیلی قشنگ خارج از انتظار من جواب دادید. حالا در مورد سوالی که فرمودید، خب همونطور که میدونیم سال آینده سال انتخابات ریاست جمهوری در امریکا هست و آقای بایدن در این 3 سال گذشته که در کاخ سفید هستن، حالا یا به خاطر تجربه خودشون که ماشاءالله تجربه زیادی دارن در سیاست، یا به خاطر سنشون، یا به خاطر افرادی که باشون کار میکنن، یا به خاطر ورثه‌ای که از دولت آقای ترامپ به ایشان رسید و مشکلاتی که آقای ترامپ به آقای بایدن تحویل داد، نتوانسته است آن چیزی رو که در انتخابات 4 سال پیش میگفت انجام بدهد. مسائل اقتصادی از یک طرف و مسائل مربوط به مهاجرت در امریکا همیشه 2 شاخص اصلی تعیین کننده سرنوشت ریاست جمهوری در امریکا بودن، حداقل در 20 سال یا 25 سال گذشته. آنچه که آقای ترامپ در دوره 4 سال جمهوری خودشون در مورد مهاجرت انجام دادن، میدونید که یکی از بدترین شرایط مهاجرتی برای افراد خارج از امریکا و همینطور مهاجرین که در اینجا هستن پیش آورد. آقای بایدن اومدن و این مسائل رو گفتن ما میذاریم کنار و یک برنامه انسانی پیاده میکنیم و این برنامه انسانی تا به حال نه تنها مشکلی رو حل نکرده، بلکه مشکلات اقتصادی و مهاجرتی امریکا رو هم شدیدتر کرده. به عنوان مثال در 3 سال گذشته طبق آخرین آماری که چند روز پیش پخش شد، 2.5 میلیون نفر به طور غیرقانونی از مرزهای مکزیک و مرزهای جنوب امریکا وارد امریکا شدند. ببینید کنترل 2.5 میلیون نفر کار ساده ای نیست. اسکان این جمعیت در شهرهای مختلف با برنامه‌های دولتی بدون که بودجه مخصوصی برای این افراد تهیه بشه، یک مشکلات سیاسی و همینطور اقتصادی در کشورهای در شهرهای بزرگ امریکا به وجود آورده است، مخصوصا در شهرهایی که شهردارهای دموکرات دارند. میدونید که ایالت‌های جنوبی به خصوص تگزاس یک ایالت جمهوری خواه هست و اکثر افراد غیرقانونی از طریق تگزاس وارد امریکا می شود. فرماندار تگزاس این افراد رو با اتوبوس یا اخیراً با هواپیما به شهرهایی مثل سان فرانسیسکو، مثل شیکاگو، مثل نیویورک می فرسته. اینا شهرهایی هستن که دموکرات هستن و شهردارهای این شهرها شکایت میکنن به دولت که آقا ما با این افراد نمیتونیم کاری بکنیم. مثلا در ماه گذشته حدود 7000 افراد غیرقانونی به شهر نیویورک اومدن و طبق قوانین شهر نیویورک در این شهر نمیتواند کسی بی خانمان باشد، یعنی دولت یا شهردار موظف است به هر نحوی شده به این افراد پناه بدهد و تا
پناه دادن به این افراد نیاز به بودجه دارند و بودجه هم خب طبیعتاً باید از خدمات دیگر شهری کم بشه تا به این افراد کمک بشه. برای یک نارضایتی در مورد مهاجرین یا مهاجرت غیر حساب شده بین شهروندان امریکا در تمام ایالت‌ها وجود داره و این از محبوبیت آقای بایدن کاسته و فکر میکنم که یک نقطه ضعفی براش باشه در انتخابات آینده، به خصوص اگر در رو به روی آقای ترامپ قرار گرفته باشه. همونطور که قبلا شما گفتید مسئله انتخاب بین بد و بدتر خواهد بود، شاید اون تنها کمک آقای بایدن باشه با توجه به تجربه بدی که مردم از آقای ترامپ داشتن در 4 سال ریاست جمهوریشون، بگن که خب آقای بایدن آقای ترامپ بیاید بدتر خواهد بود، کما اینکه ایشون گفتن و تهدید کردن که وقتی که رئیس جمهور بشن برنامه‌های مهاجرتی آینده ایشون چه خواهد بود و شرایط و مسائل مشکلتری برای طبقه مهاجر پیش خواهد آورد. حالا این یک مقدار از مسئله مهاجرتی. و مسئله دیگری که باعث کاهش محبوبیت آقای بایدن شده است، عدم توانایی توازن بودجه و کمک‌های دولتی به کشورهای دیگر است. همونطور که می‌دونید بعد از حمله روسیه به اوکراین، دولت امریکا میلیاردها دلار به اوکراین کمک کرده و اخیراً هم که بعد از این حملات حماس به اسرائیل و کمک‌هایی که دولت اسرائیل شده و بودجه‌ای که باید تخصیص داده بشه به دفاع از اسرائیل و یا با دفاع از اوکراین، سنای امریکا و همینطور کنگره امریکا این بودجه را تصویب نمی‌کند، به شرط اینکه آقای بایدن بودجه مخصوص رو برای کنترل مرزهای امریکا پیشنهاد بکند و یا حداقل بودجه‌ای که ایشون پیشنهاد کردن حدود 7 میلیارد دلار افزایش بدن به 16 یا 17 میلیارد دلار برسونن، که جمهوری خواهان از نظر مهاجرتی و کنترل مرزهای جنوب امریکا یه مقداری آرامش خاطر داشته باشن تا تصویب کنن بودجه مربوط به اسرائیل و اوکراین را. و خب طبیعتاً این عدم تصویب بودجه در این روزهای آخر که عملی نخواهد بود، به نفع اوکراین نخواهد بود، به نفع اسرائیل و طرفداران اسرائیل نخواهد بود، به نفع کسانی که سیاست‌های خاورمیانه رو دنبال می‌کنن نخواهد بود و به ضرر آقای بایدن هم خواهد بود. حالا در سال آینده آقای بایدن چه فکری بکنند با این مشکلات و با این توازن بودجه‌ای که کمک‌های اوکراین و اسرائیل نمی‌تواند تصویب بشود، مگر اینکه بودجه ویژه‌ای برای کنترل مرزها هم در نظر گرفته بشود. و این مشکلی است که آقای بایدن دارد و معلوم است که آیا در روزهای اول سال میلادی جدید به نتیجه برسن یا نه، باید منتظر باشیم و ببینیم که چه خواهد شد. خب حالا اولا که خب این داستان فرماندار تگزاس که فرمودید که مهاجرین میفرسته اینجا، خود این سان فرانسیسکو که من توش هستم، اینجا بزرگترین معضل شد این بی خانمان ها ساله شبیه در نیویورک نمیتونن اینجا، حتی برای توی سان فرانسیسکو برای خود توی شهر درست کردن. یه شام میرید باور بفرمایید یه محله فقط هوملس هست، چادر زدن تو خیابون، خودش معضل داره کالیفرنیا، معضل بیکاری، معذرت بیکاری که نه، اصلا بیکاری در اینجا معنی نداره تو کالیفرنیا، اصلا اصلا اینجا شمال کالیفرنیا اصلا کار آدم پیدا نمیشه برای کار، ساعتی شده 25 دلار برای کارگر ساده. نه معضلشون اینه که آقای ترامپ هم وقتی رئیس جمهور بود میگفت، وقتی بهش انتقاد میکردن اصلا فرماندار کالیفرنیا بهش انتقاد میکردن، آقا بیا برو خودت فکری با حال این بی خانمانا تو سان فرانسیسکو کن، خیلی زیادن، واقعا زیادن. اما تو این گیرودار نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از ایالت ها آقای دکتر جمشید خان ایرانی میگن که در انتخابات مقدماتی حزبی آقای ترامپ صلاحیت شرکت نداره، مثلا یه ایالت مثلا توی اوکلاهاما مین، یه جای مختلف خودتون بهتر میدونید، اعلام کردن این آقا نمیتونه در انتخاب
انتخابات مقدماتی شرکت کنن. برای من توضیح بدید اصلا جریانش چیه، چجوری تصمیم میگیرن که آقای مثلا آقای ترامپ نمیتونه در انتخابات شرکت کنه؟ بله، همه اینا برمیگرده به تفسیری سوم متمم 14 قانون اساسی امریکا که این تفسیره رو بعد از جنگ‌های داخلی امریکا به متمم 14 قانون اساسی امریکا اضافه شد و منظورش این بود که کسانی که بر علیه دولت امریکا یا شورش میکنن یا جاسوسی میکنن یا تشویق و خرابکاری میکنن، اینا افراد مناسبی برای شرکت در انتخابات و گرفتن مقام دولتی ندارد. حالا این چیزی است که قانون بوده از سال حدود 1820 چند که این ماده در واقع اجرا شد، تا به حال کسی رو به این دلیل نتوانستند از شرکت در انتخابات جلوگیری کنند. البته یک موردی بوده قبل از جنگ جهانی اول، کسی به نام آقای برگر بوده. آقای برگر یک سوسیالیستی بوده و ضد دموکراسی بوده. تو زندان هم بود؟ بله بله، تو زندان هم بود. ایشون را خود کنگره خود به خود گفتش که ایشون نمیتونه در انتخابات شرکت بکنه و ایشون دوباره فعالیت کردن. یک بار دیگه لیستشون به کاندیداها اضافه شد، دوباره کنگره امریکا جلوی ایشون رو گرفت. ولی خب چون ایشون روزنامه دارم بودن، همونطور که بوده در ایالت میلواکی بوده فکر میکنم، بالاخره توانستن که در انتخابات شرکت بکنند و بعد دورش تموم شد و رفتن کنار. اما این که کسی افرادی رو تشویق به شورش میکنه علیه دولت امریکا و علیه رویه قانونی مسائل مطرح در کنگره امریکا، تا حالا این وجود نداشته و تعبیرش به نظر من در نهایت به دست دیوان عالی امریکا خواهد بود. اما آنچه که ایالت کالورادو هفته پیش انجام داد، گفتن که به تشخیص ما کارهایی که آقای ترامپ انجام داده مخالف بوده با امنیت کشور و در واقع به انضمام اون ماده 14 قانون اساسی و تبصره 3 بوده. این چیزی بود که دیوان عالی ایالت کالورادو تصمیم گرفت با رأی 4-5. حالا آقای ترامپ طبیعتا به این اعتراض خواهد کرد. دو شب پیش ایالت مین، اون ایالت هم گفتش که بله آقای ترامپ به این دلایل نمیتونه در انتخابات ایالتی و مقدماتی شرکت بکنند. دیشب نایب فرماندار کالیفرنیا اعلام کرد که ما کاری با این چیزا نداریم، آقای ترامپ اسمشون در انتخابات مقدماتی سال آینده خواهد بود. و این دعوایی است که عرض کردم به خاطر اینکه شما حقی رو از یک کسی دارید سلب میکنید، حق شرکت در انتخابات، حق ابراز نظر و در واقع فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، این برخلاف قانون هست که شما بدون اینکه فرصتی به متهم بدهید که از خودش دفاع بکند و شرایط یا مدارک یا اسنادی را ارائه بدهد که بیگناهی خودش را ثابت بکند، یک طرفه دیوان عالی یا هر دادگاهی نمیتواند علیه فردی رای بدهد. در نتیجه این پرونده همینطور که میدونید در دادگاه عالی امریکا مطرح خواهد شد و به احتمال زیاد دیوان عالی کیس رو برخواهد گردون به ایالت کالورادو یا مین یا میشیگان یا ایالتهایی که باعث جلوگیری شرکت آقای ترامپ در انتخابات مقدماتی سال آینده خواهد بود. و اون وقت یا دیوان عالی یک حکم رو اعلام میکنه یا اینکه این آقای ترامپ در انتخابات ایالتی میتوانه شرکت بکند. اما ممکن است که اگر در پرونده‌ای که ایشون در دادگاه واشنگتن دی سی دارند برای مورد شورش و پرونده‌ای که در ایالت جورجیا دارند برای در واقع اعمال نفوذ در تغییر نتایج انتخابات، اگر محکوم بشوند، اون موقع است که آقای ترامپ ممکن است که نتواند در انتخابات نوامبر سال آینده شرکت بکنه. آره، این نکته من همینجا بود، چون پرونده‌اش مثلا تو واشنگتن قضیه سریوسه، خیلی جدیه. اجازه پرونده ببینیم، برگردیم ببینیم که به صورت در واقع سورپرایز تا الان انتخابات چی بوده. واقعا من شگفت انگیز برای من توضیح میدم دکتر، سوال میکنم دکتر توضیح میده.
حیوان میبینه و برمیگرده. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استرنس کریک بولوارد روبروی هاندای استرنس کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذا و آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپک، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد، فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال.
و شنبه شبها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. چاپ دوم کتاب کوچ منتشر شد. کوچ، خاطرات 60 سال زندگی اطرت الهی گودرزی، همسر دکتر صدرالدین الهی است، با ناگفته‌های فراوان از تک مصاحبه او با سید ضیا تا تأسیس شیرینی فروشی کوچکی که تبدیل به کارخانه بزرگ و معروف سان فرانسیسکو شد. برای تهیه کتاب کوچ با ایمیل baranel@gmail.com و یا در واتساپ با تلفن 510-717-3111 تماس بگیرید. خب اولا الان تو اتاق فرعون شد میگن که شنیدم که میگن که من میشه سرماخوردگی خوب نشه. آره امسال آقای شهرتی تماشا گران عزیز میشه سرماخوردگی خوب نشه، چون امروز وزارت بهداشت جهانی، ببخشید واسه صحبت آقای، چون یه خبر خبر تازه است همین الان وزارت بهداشت جهانی صبح اعلام کرد که یه سویه جدید، یعنی یه گونه جدیدی از کووید 19 کرونا اومده و این در واقع یه سرماخوردگیه که طولانیه و در مثلا در آمریکا 27% مردم گرفتن، خطر مرگ نداره ولی که این سرماخوردگی خیلی، یا همین از خانواده کروناست، از خانواده کووید 19ه، طولانیه، تب میکنید، سرفه میکنید، عرصه میکنید، لرزش دارید و برای مدت طولانی. این امروز مثل هشداری بود که سازمان بهداشت جهانی داد. بله سرماخوردگی هست که امسال خود من نمیدونستم، امروز خوندم وزارت بهداشت جهانی، من خودم 3 هفته گیره، یعنی یک سرماخوردگی 3 هفته من نمیتونم انرژیش ننشتم، 3 هفته طول کشید. بله این سرماخوردگی جدید یا آنفلانزای جدید یا هرچی که اسمش میتونه، یا گونه جدید از کرونا طولانیه. بله خیلی دیر خوب میشه. حالا از این موضوع گذشته، میگن سرچه بگذاره سخن دوست خوشتر است. آقای دکتر جمشید خان ایرانی، شما البته ما اول اینجا بگم که آقای ایرانی که آگهیش چند لحظه پیش دیدید، خب وکیل اداره مهاجرت هستن و کار خیلی از دوستان رو ایشون، من ازشون خواهش کردم انجام بدن، دادن و کارش هم فوق‌العاده است. تبلیغم برایشون بکنید، گذشته از اینکه حالا داریم بحث سیاسی آقای ترامپ و آقای بایدن و مشکلات سیاسی مثلا آقای ترامپ مطرح میکنیم، یادمون باشه که آقای جمشید خان ایرانی تخصص اصلیشون مهاجرته. خب خیلی کارهای دیگه میکنم، مثلا در مورد همون آثار باستانی که در زمان رضا شاه فرستاده اینجا شیکاگو مونده بود و اینا پس نه، خب آقای جمشید مقالات زیادی نوشتن، پیگیری های زیادی کردن در زمینهای مختلف اجتماعی حقوقی، خب فعال هستن، اما تخصص اصلیشون یعنی اونی که در واقع میگن نون ازش درد میارن، همون اداره مسئله اداره مهاجرت و مهاجرت با آمریکاست که شما میتونید اگه کاری داشتید با ایشون مراجعه کنید، بگید من شما تو برنامه ستاره دلدار دیدم، دیگه کارتون درسته، هیچ مشکلی نخواهید داشت. سلام آقا آقای جمشید خان ایرانی، بفرمایید که این آقای ترامپ چند تا پرعلان میگی که آقا این شورش نکشت، میگن شورش کرده، مردم ها گفته که از دیوار کاخ سفید رفتن بالا، نمیدونم چند تعریف خوش به زندان های عبد و 25 سال و 30 سال متهم شدن و این آقا اونجا نشسته تو کاخ سفید داشته نگاه میکردن، مردم نخواستی که آقا نرید نکنی، واسه داشته میخندیده چف میکرده، اینا جزو چیزهایی نیست که شورش در مسائل امنیت آمریکا محسوب بشه؟ خب توجه داشته باشید که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور از یک سری مسئولیت‌های سیاسی و قضایی بهره بردار بود، یعنی ایشون به عنوان رئیس جمهور مسئولیت داشت در مورد بسیار از کارهای حقوقی
و آقای ترامپ و وکلایشون اعلام میکنن که در اون زمانی که این اتفاقات یعنی در 6 ژانویه 2021 شورش در کنگره امریکا اتفاق افتاده، ایشون رئیس جمهور بودن و اومده بودن که جلوی شورش مردم رو بگیرن. بنابراین اینکه آقای ترامپ روز 6 ژانویه به طرفدارانش میگفتن که حالا یا به بیرون بیایید یا جلوی کنگره باشید، ایشون اومده بودن که در واقع طرفدارانشون به خاطر ایشون فقط طرفداری خودشون نشون میدن، اما آقای ترامپ نگفته که به کنگره برید یا از در و دیوار کنگره بالا بروید. آقای ترامپ اعلام میکنن که به عنوان رئیس جمهور وقت در اون زمان مسئولیت حقوقی داشته و اگر هم مرتکب خلافی بوده ایشون مسئولیت داشته، نمیتوانن تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن. و دعوای آقای ترامپ و وکلایشون این است که تبصره سوم قانون اساسی در متمم 14 اولا اعلام نمی کند که شورش یعنی چه، یا اگرم تعریف کرده باشد آنچه که در اتفاق 6 ژانویه 21 افتاد شورش نبود، پیاده روی بود و اعتراضات بود. و اینکه لغت شورش با اعتراضات یا پیاده روی از زمین تا آسمان فرق می کند. بنابراین آقای ترامپ می گوید که من این کار رو نکردم و نمی توانم محکوم بشم. اما از طرف دیگر نماینده ویژه دادستانی آقای جک سمیت که مسئول یا دادستان ویژه این پرونده هست، مدارک بسیاری جمع جور کرده و به نظر می رسد که از اعترافات آقای ترامپ، از مکالماتش، از مصاحبه هاش، از نوشته هاش، بعضی وقتا نوشته های تویتریشون، ایشون اصلا مقاله نمی نویسن یا نمی توانن مقاله بنویسن، در بعضی از اظهاراتشون در توییتر یا صحبتاشون یا در مصاحبهاشون به این اشاره کرده بود که من به عنوان رئیس جمهور میتونم هر کاری خواستم انجام بدم. نه، رئیس جمهور هر کاری نمیتونه انجام بده. بعضی از در چارچوب مسائل سیاسی که به ایشون واگذار شده در قوه مجریه، بله، میتونه مسئولیت داشته باشه، ولی این قانون و این مسئولیت بهشون اجازه نمیدهد که افراد رو به شورش در کنگره برای از بین بردن نتایج انتخاباتی یا به برهم زدن اعلام برنده نتایج انتخاباتی این حق رو به ایشون نمیدن. ولی خب آقای ترامپ میدونه که از 20 سالگی در دادگاه ها بوده، در دعاوی مختلفی شرکت کرده، وکلای خودشون انتخاب میکنن، وکلایشون دستور میدن که چیکار بکنن. و یکی از ویژگی های پرونده های ایشون این است که همیشه کیس رو به عقب بندازن تا یا طرف مقابل خسته بشود یا طرف مقابل صرف نظر بکند. اما به نظر نمی رسد که این چهار آفرین سوال بعدی همین بود، و به خصوص پرونده واشنگتن دی سی چون مسائلی باشد که دولت کوتاه بیاید. اما اگر این دادگاه ها به خاطر تاکتیک های آقای ترامپ طول بکشد و انتخابات ماه نوامبر 2024 انجام بگیرد بدون که نتایج دادگاهی اعلام بشود و آقای ترامپ برنده انتخابات بشود، اونجا میتواند خودش را ببخشد و به عنوان رئیس جمهور در ژانویه سال 2025 رئیس جمهور امریکا مجددن باشد. یعنی نباید خدا ببخشتش، خودش ببخشتش دیگه تمومه، دیگه لازم قانون و دادگاه و آره دیگه میدونم. حالا ولی که آقای دکتر جمشید خان ایرانی، این آقای ترامپ این سعی میکنه که این دادگاه رو عقب بندازه همونطور که گفتی، ولی که رئیس دادگاه واشنگتن گفته نمیتونی عقب بندازی، گفتم بذارید انتخاب بعد از انتخابات این دادگاه، ولی قبول نکرده. ببینید خب آقای جک سمیت دادستان ویژم تاکتیکای ایشون رو وارد هستن، آشنا هستن باشون، و به خاطر همین بود که بعد از اینکه دادگاه فدرال واشنگتن دی سی رأی علیه آقای ترامپ صادر کردن، به جای اینکه ترامپ به دادگاه استیناف برود و از دادگاه استیناف به دیوان عالی برود، دادستان ویژه مستقیم رفتن پیش دیوان عالی، گفتن که آقایون یا خانم ها شما این پرونده رو رسیدگی بکنید که وقت از بین نرود. ولی خب دیوان عالی شما میدونید اکثریتشون با
ریپابلیکن ها هستن، جمهوری ها هستن و از طرفداران آقای ترامپ هستن. سه نفر از قضات دیوان عالی رو خود آقای ترامپ انتصاب کردن، یعنی انتخاب کردن از طریق مجلس و سنا. امیدوار هستن که به نفع ایشون رای بدن و در این مورد رای دادن که فعلا زمان رسیدگی این پرونده توسط دیوان عالی نیست، فعلا برگرده به دادگاه استیناف. اونجا هر تصمیمی شد طبیعتا کیش به دیوان عالی برخواهد کرد. اما آنچه که آقای ترامپ به نظر میرسه که قمار در این مورد میکنه این است که امیدوار هستن که دوستان ایشون در دیوان عالی در نهایت به نفع ایشان رای بدن. اما سابقه این 3 سال یا 4 سال گذشته، حتی وقتی که ایشون خودشون رئیس جمهور بودن، نشون میدهد که نه، اون افراد هم در بعضی موارد در بزرگترین کیس ها که بزرگترینشون بیمه اوباما بود، آقای ترامپ با اون خیلی مخالف بود، دیدیم که به نفع سیستم یا قانون بیمه اوباما رای دادن و آقای ترامپ از این مورد بسیار ناراحت شد و میدونین که ایشون از هر کسی هم که ناراحت بشن انتقاد میکنن. مهم نیست که دیوان عالی باشه، اگه زورش برسه بیرون میکنه. بله بله، ایشون اگه زورش برسه انتقاد زود برکنار میکنه. حالا آقای جمشید خانه ایران، یه سوال آخر من اینه که برای من این جریان خیلی شگفت‌انگیز بوده که دو تا مسئله پیشه، یکی که کالیفرنیا که دموکرات هن، به قول شما گفتید با خاور دیشب معاون فرماندار کالیفرنیا گفت نه آقای ترامپ میتونی شکر. خیلی برای من تعجب آور بود، خیلی، چون ایالت اصلا جایی برای دموکرات ها نداره، برای ریپابلیکن ها نداره، برای جمهوری خواهان نداره، همه اینجا تقریبا اکثر قریب به اتفاق دموکرات ها. این نامزدهای انتخاباتی توی 40 سالی هم که من 44 سال هم که آمریکا بودم، یه دونشون موقع آمریکا انتخابات نمیدون کالیفرنیا از جمهوری خواه، چون میدونم فایده نداره، رأی نمیگیرن. هیچ جمهوری خواهی به کالیفرنیا نیومده برای رأی گیری توی 44 سال که من دیدم. ولی دیشب معاون فرماندار که آقا ترامپ میتونه، خیلی برام جالب. دو، پارسال، یعنی منظور انتخابات دوره پیش که آقای ترامپ باخت، یکی از ایالت‌های کلیدی که باخت آریزونا بود. آریزونا جمهوری خواهان برخلاف کالیفرنیا که دموکرات هست، اونجا که باخت از ایالت کلیدی بود که آقای دموکرات ها به مندت میتونن اونجا برنده، مثل تگزاس که شما اشاره کردید، تگزاس که همه جمهوری خواهان، آریزونا هم اینجوری بود، ولی باخت ترامپ و انتخابات رو از دست داد. حالا به نظر میرسه که دموکرات های کسایی که 4 سال پیش 3 سال پیش با آقای بایدن رای دادن که جمهوری خواه بودن، الان با این سیاست های آقای بایدن مثلا در مورد اسرائیل، اینا نظرش عوض شده. ببینید که دو تا پوینت جالب برای آقای ترامپ پیش اومده. فکر میکنه اینا میتونه در نهایت این اتفاقی که تو کمک بکنه به ترامپ؟ والا امروز اگه بخوایم در این مورد صحبت کنیم که ممکنه، برای اینکه در انتخابات امریکا دو چیز برای رای دهنده مهمه، یکی اقتصاد امریکا و دیگری روابط خارجی امریکا با کشورهای دیگر. از نظر اقتصاد بخوایم حساب بکنیم، زمانی که آقای ترامپ در ریاست جمهوری بودن، نرخ بهره مثلا 3% یا 4% بود، امروز نرخ بهره اومده به 6% 7%. کسانی مثلا خونه میخرن و این مسائل رو احساس میکنن، گرونی شده، بله، تورم به وجود اومده. این از نظر اقتصادی، بنابراین رای دهنده امریکایی مقایسه میکنه که 4 سال پیش کجا بوده، امروز کجا هستش. از نظر سیاست خارجی امریکا، آقای بایدن رو با آقای ترامپ مقایسه بکنه، خب اون قدرت و اعتبار و زور کلامی و سیاسی آقای ترامپ رو آقای بایدن ندارن. نه اینکه وارد نیستن، ولی حالا یا به خاطر سنشون یا به خاطر احترام به طرف مقابل، اون برش اصلی و محکم رو ندارن و به خاطر همین است که بعضی از کشورها از این مسئله سوء استفاده میکنن. آقای پوتین از این مسئله ضعف سیاست خارجی امریکا استفاده کرد، به اوکراین حمله کرد یا مسائل دیگری. و تنها کاری که به نظر میشه آقای بایدن انجام میداد، اعلام تحریم های بیشتر هست علیه کشورهایی مثل کوبا، ونزوئلا، ایران، کره شمالی. و میبینیم که این تحریم ها
در چندین سال گذشته از جمله در 3 سال گذشته آقای بایدن بودن کارساز نبودن متأسفانه. بله بله. یک دنیا ممنون جناب آقای دکتر جمشید خان ایرانی، باز ممنون که حضور داشتید، میام سراغتون از اطلاعاتتون بیشتر استفاده کنم، مثلا نزدیک به انتخابات و حضورتون همیشه مفید و پر از اطلاعات و آگاهی برای من مخصوصا و تماشاگران عزیز. سپاسگزارم تماشاگران عزیزی که با ما بودن. سپاسگزارم از امیرخان شهرتی کارگردان فنی گپ خودمانی با ستار دلدار در تلویزیون ملی فارس. ای سپاس دارم، سپاس بیکران و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزدی یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنشم. بسو خوش.